درود عزیزان دل دکتر شبیر زنان و مردان دلیر سرزمینم در این ویدیو میخوام در مورد چای صحبت کنم اگر شما کسی هستید که چای مینوشید و یا در خانواده خودتون افرادی هستن که زیاد چای مینوشن حتما این ویدیو رو نگاه کنید چون چند مورد بسیار مهم وجود دارن که باید بدونید مثل همیشه بدون تبلیغ هیچ محصولی تنها خلاصه تحقیقاتم رو در اختیار شما عزیزانم قرار میدم انتخاب نهایی با خود شماست در این ویدیو به چند سوال جنجالی هم پاسخ خواهم داد مثلا چای کدام کشور بهتره اگر زیاد چای می نوشید باید چه ویتامینی بیشتر بخورید آیا چای سبز واقعا اثرات ضد سرطانی داره و از چای سیاه بهتره کدام چای هستش که در بازار فراوانه ولی کاملا سرطانزاست؟ پس می بینید که ویدیوی مهمی در پیش داریم تنها برای خودتون نگه نداریدش گزینه شیر ارسال به عزیزانتون مخصوصا گروه های خانوادگی اگر عضو کانال دکتر شوبر نیستید سابسکرایب کنید زنگوله کنارش رو هم روی اول قرار بدید تا ویدیو بذارم بهتون خبر بده اگر کامنت انگلیسی بذارید یوتیوب سابسکرایب به شما رو حذف نمیکنه و اینکه به من انرژی زیادی میدید اگر ویدیو رو تا انتها نگاه کنید و لایکش کنید 84 ساله که چای نوشیدن وارد فرهنگ ما شده. خیلی ها نمیدونن که پیش از چای مصرف قهوه در ایران رواج داشته. و برای همینه که ما هنوز به چای خانه میگیم قهوه خانه. امروزه اما اکثر مردم ما هر روز چای می نوشن. معمولا وقتی اسم چای میادش این باور وجود داره که چای کاملا سالمه. و خب بهتر از قهوه در نظر گرفته میشه درسته؟ اما من در این ویدیو میخوام چهره دیگه ای از واقعیت چای رو برای شما عزیزانم نمایان کنم ایراد اولی که به چای وارده میزان زیاد فلزات سنگینه مثل آلومینیوم، سرب و آرسنیک مصرف زیاد فلزات سنگین چه از طریق غذا چه از طریق نوشیدنی منجر به اختلال در فرایندهای بیولوژیکی و بیوشیمیایی در بدن انسان میشه مقاله جالبی خوندم که مقایسه کرده چه میزان فلزات سنگین در چای صادراتی و چه میزان در چای وارداتی وجود داره من فقط نتیجه گیری رو برای شما عزیزانم میخونم کل مقاله رو در زیر ویدیو قرار دادم دوست داشتید میتونید برید مطالعه کنید نوشته که نتایج آزمایشات چای نواحی مختلف در تحقیقات متعدد کاملا با یکدیگر متفاوت و این به عوامل متعددی بستگی دارند مثل شرایط جوی محل کاشت شرایط خاک نو و سن برگهای مورد استفاده در تهیه هر چای به طور کلی میزان رطوبت کافئین و انواع خاکستر در چای وارداتی بیشتر از چای صادراتیه و فقط فیبر خام در نمونه های صادراتی بیشتر از نمونه وارداتیه همچنین مقادیر آرسنیک و سرب در دسته واردات بیشتر از صادرات در حالی که مس، کادمیوم و جیوه در نمونه های صادراتی بیشتر از نمونه وارداتیه خب این به ما نشون میده که چای ایرانی به قدری که ما فکر میکردیم سالمتر از نمونه خارجی نیستش و من بعد از کلی گشت و گذار یک تحقیق جالب دیگه پیدا کردم که اومده به طور تصادفی از بازاری در هرمزگان 122 نمونه چای سیاه جمع آوری کرده و هر کدوم رو بررسی کرده در این تحقیق مشخص شد که اکثر این چای های شده از هند و سریلانکا اومدن و میزان قلزت سرب جیوه، کادمیوم و مس در چای هندی بیشتر از چای سریلانکایی بوده. اما خوشبختانه هر دو اینها در حد مجاز قرار داشتند. در تحقیقات بیشتری که روی چای در ایران داشتم متوجه شدم که الان ما با پدیده چایهای وارداتی از کشور چین سر و کار داریم. که نه تنها دارای فلزات سنگین بیشتریه که سرشار از آفتکش های مزهر. یک تحقیق پیدا کردم که نشون میده بیش از بیست آفتکش مختلف برای این چایها استفاده شده که اکثرشون حتی غیر قانونی هستن تمام این مقالات و تحقیقات رو زیر همین ویدیو قرار دادم بعدا خودتون نگاه کنید خب بریم سراغ ایراد دومی که به چای وارده ایراد دوم چای مقدار بسیار زیاد جوهر مازوه چرا میزان جوهر مازو خیلی مهمه؟ و اگر عادت گونه مصرفش کنی چه اتفاقی برای بدن شما میفته جوهر مازو توانایی بالایی برای اتصال آسان با سایر ترکیبات منحصر به فرد داره همین ویژگیه که به چای یک طعم تلخ و دلپذیر میده اگرچه نوشیدن چای تا حد زیادی برای بدن مفیده اما جوهر مازو در بدن ما جذب آهن روی کلسیوم و ویتامین بی رو کاهش میده حالا کمبود هر کدوم از ناخودش خودش کلی مشکلات دیگه رو به بار میاره همونطور که میبینید خیلی مهمه که وقتی میخواید چای بخرید واقعا باید بدونید که منبع این چای از کجاست از چه کشوری اومده فقط به دنبال ارزانترین چای نباشید چیزی رو پیدا کنید که از منبعی تهیه شده باشه که بسیار سالمه خب بریم سراغ چای و سرطان کدام چای ضد سرطانه و کدام چای خودش سرطانزاست برخلاف چای سیاه، چای سبز کمترین میزان جوهر مازو رو داره. باز هم نمونه چینی بیشتری میزان فلزاد سنگین رو داره. در مورد سرطان نوشیدن چای سبز در سه گام عمل میکنه. گام اول اینه که نوشیدن چای سبز آنزیمی رو مسدود میکنه که سلول های سرطانی بهش نیاز دارن تا ساختارشون رو تکمیل کنن. گام دوم اینه که در چای سبز یک ماده مغزی گیاهی بسیار خاص وجود داره. به نام کتکین که 6 تا زیر مجموعه داره مهمترینش ای جی سی جیه که در چای سبز فراوانه این قوی ترین نقش ضد سرطانی رو داره ضد چاقیه، ضد چربی و محافظ خوبی برای شیمی درمانیه پس کسی که به دلایل ابتلا به سرطان تحت شیمی درمانیه چای سبز براش مفیده این چای همچنین گسترش سرطان رو هم کند میکنه و به شما کمک میکنه تا آنتی اکسیدان های خودتون رو افزایش بدید حالا گام سوم چیه؟ یه نوع از سوختی که سرطان ازش تغذیه میکنه گلوتامینه گلوتامین تقریبا در هر ماده غذایی که میخورید وجود داره و این به این معنا نیستش که اگر سالم هستید از مصرف گلوتامین اجتناب کنید اما اگر سرطان دارید سلول های سرطانی میتونن از گلوتامین تغذیه کنن جالب اینجاست که چای سبز میتونه گلوتامین رو مهار کنه حالا سوالی که پیش میاد اینه از اونجایی که این چای سبز گلوتامین رو مهار میکنه آیا این مشکلی برای ما به وجود نخواهد آورد جوابش اینه که خیر گلوتامین یک اسید آمینه غیر ضروریه بنابراین اگر بدن شما بهش نیازم داشته باشه میتونه اون رو از اسیدهای آمینه دیگه بسازه حالا کدام چای که سرطان است؟ چای کیسه ای. چای کیسه ای دارای ماده شیمیایی به نام اپیکلوروهیدرینه و بله همونطور که در نمایشگر من میبینید این یک ماده سرطانزاست پس به هیچ وجه چای کیسه ای نخرید به هیچ عنوان چای رو در لیوانهای های یک بار مصرف پلاستیکی نخورید اگر هر روز چای می نوشید به ویتامین های B بیشتری نیاز دارید نرید مکمل مصرف کنید این دوتا ویدیو رو نگاه کنید شما رو از مکمل و ویتامین مصنوعی بی نیاز می خیلی لطف می اگر این ویدیو رو برای دوستان و عزیزانتون ارسال کنید تا دست به دست هم بدیم و آگاه سازی کنیم دوستتون دارم مراقب همدیگه باشید تو یکی از این دوتا ویدیو میبینمتون